رصدخانه مانیلا فرستاده میشه، سالانه جانها و مالهای زیادی رو سیف میکنه، نجات میده. ما یه قید داریم اینجا، یک ادورب داریم اینجا، annually به معنای سالانه. وقتی میگیم heavy loss به معنای از دست رفتن زیاد، یک collocation هست. داره میگه از این اتفاق جلوگیری میکنه. ببینید از لفظ تایفون استفاده شده. ما گفتیم لفظ تایفون کجا به کار میره؟ سمت آسیا. این رصدخانه مانیلا کجاست؟ فیلیپین. میبینید که داره وقتی میخواد راجع به طوفان‌های اون ناحیه صحبت کنه، میاد از لفظ تایفون استفاده میکنه. دست کلمه بعدی که میخوایم در حیطه ویدر یا همون آب و هوا بررسی کنیم، مرتبط هست با رین یا باران. اولین موضوع درباره رین این هست که ما چطوری باران رو توصیف کنیم. Adjectives used for describing rain. ما الان چند تا صفت رو قراره با هم یاد بگیریم که از اونا میتونیم استفاده کنیم برای توصیف کردن باران. اولین adjectiveمون steady به معنای پایدار، ثابت. heavy به یک باران سنگین میگن heavy rain. دقیقا همون اصطلاحی که ما در زبان فارسی استفاده میکنیم، میگیم یک باران سنگین، همون اصطلاح معادلش در انگلیسی هم وجود داره، heavy rain. adjective سوم pouring، با فعل پر احتمالاً آشنایی دارید، به معنای ریختن هست. وقتی ما یک فعلی رو، یک وربی رو در حالت ing فرمش یا gerund فرمش استفاده میکنیم، این کلمه، این gerund فرم میتونه نقش adjective رو برای ما بازی کنه. خب حالا وقتی میگیم pouring rain به چه معناست؟ به بارانی که اصطلاحاً قطرات درشتی داره و نیروی زیادی هم داره، یعنی سنگینیش احساس میشه موقع برخورد قطرات با آدم، میگن pouring rain. ببینید شاید اگر الان شما معنی کنید معنای خاصی نده. pouring به معنای ریزان هست، باران ریزان، و معنای خاصی نمیده. در اصل وقتی در انگلیسی میگیم pouring rain به معنای بارانی هست که قطرات درشتی داره. adjective بعدی light، light rain، یه باران سبک، حالا یا شدتش کمه یا مدتی که اون بارندگی اتفاق افتاده کم بوده، بهش میگیم light rain. اصطلاح بعدیمون، ترکیب بعدیمون gentle rain، یک بارانی هست که شدت کمی داره، مدت کمی داره، دقیقا همون معناهای adjective light رو بهمون میده. میگم ولی وقتی ما استفاده میکنیم جنتل رین، بیشتر تاکیدمون رو شدت ضعیف بارانه. پس معنای جنتل رین چی شد؟ یک بارانی که شدت کمی داره. adjective بعدی constant. constant رین دقیقا معنای همون استدی رین رو میده، یک باران ثابت، بارانی که مدام هست، دائما در حال اتفاق افتادنه. چند تا مثال با این adjective ها ببینیم. a single gentle rain makes the grass many shades greener. احتمالاً معنای شید رو الان نمیدونید در این مثال. ببینید شید به معنای سایه است. حالا تو این مثال به چه معناست؟ میگه چی؟ میگه یک باران لطیف، یک باران آرام چمنها رو چندین پله روشن‌تر میکنه. وقتی شید با اسم یک رنگ میاد، اینجا ببینید با گرین اومده به معنای سبز، به معنای طیف هست. ما مثلا داریم میگیم طیف سفید تا طیف سیاه، وسطش طیفای خاکستری است. دقیقا وقتی الان اینجا شید با گرین اومده به معنای چند طیف سبز. یک بار دیگه مثال رو کنم معنا میکنم. داره میگه یک باران لطیف چمنها رو چندین طیف روشن‌تر میکنه. مثال بعدی I had to take a taxi because the heavy rain caused all the trains to stop. من مجبور شدم که تاکسی بگیرم. چرا؟ به خاطر اینکه because اون باران شدید، اون باران سنگین همه ی قطارها رو مجبور کرده بود که متوقف بشن. مثال Loại bất mong,
Bà vô bà lấy cục sạc cho.